با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. امیدوارم تا این ساعت ایام نوروزی به شما خوش گذشته باشه، دور از هر مشکلی روزها و شبهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و خودتون رو آماده میکنید برای 13 بدری که در پیشه. ما چون دوشنبه شبهای پیشین در این شماره از برنامه نیز میپردازیم به آنچه که در عرصه حقوق بشر در ایران میگذرد، یا بهتر بگیم که نقض حقوق بشر در حکومت فقی. نگاهی میاندازیم به مهمترین رویدادها و کارنامه یک ساله نقض حقوق بشر در ایران در سال خورشیدی گذشته. در نیمه نخست برنامه با من و شما هستند خانم مهوش الاسفندی از نهاد مادران علیه اعدام در تورنتو کانادا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خانم الاسفندی عزیز در تورنتو، با سلام به شما. من هم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا. خانم الاسفندی، نخستین موضوعی که به نظر میرسه در سال گذشته باز اقداماتی است که آقای احمد شهید به عمل آورده، مگر اینکه دری گشوده شود به روی ایشون و نهادهای دیگه‌ای که خواهان رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران هستند، اما همچنان درها بسته ماند و گزارش ایشون البته منتشر شد. عمده‌ترین نکته این گزارش رو شما در چی می‌بینید در مورد ایران؟ ببینید، جمهوری اسلامی به خاطر اون فجایع و مشکلاتی که درون زندان‌ها به وجود آورده به هیچ عنوان اجازه نمیده که گزارشگری از حقوق بشر از سازمان ملل بخواد اونجا بره و بازدید بکنه از زندان‌ها، چون خودش میدونه که وضعیت طوری نیست که بتونه این رو به جهانیان اعلام بکنه و دائم هم صحبت از این میکنه که ما حقوق بشر خودمون رو داریم و این رو قبول نداره. ولی خب باز هم بنابر تمام این اتفاقات، با اینکه جمهوری اسلامی اجازه نمیده، باز هم آقای احمد شهید مأموریتشون برای رفتن به برای سرکشی و رفتن به ایران و پرونده های زندانیان اون دوباره تمدید شده و ناگفته نمونه که این کاری که انجام شده، یعنی اینکه به اصطلاح احمد شهید بخواد بره اونجا طبق رأی هایی که دادن برای اینکه بخواد بره اونجا، 20 رأی مثبت آورده، 11 رأی منفی آورده و چین و روسیه و کوبا و پاکستان و ونزوئلا از جمله کشورهایی بودند که به قطعنامه تمدید مأموریت احمد شهید برای ایران رأی منفی دادن. یعنی بعد در واقع تمام کشورهای هم کارنامه بسیار بسیار درخشانی دارن در رعایت حقوق بشر، مثل کوبا، چین، ونزوئلا. خب اما علارغم این موضوع به نظر میرسه که گزارش آقای احمد شهید بازتاب نسبتا گسترده و توجه برانگیزی داشته در عرصه بین المللی، یا
خیر. خب داشته که الان دوباره خواستن که این جریان تمدید بشه و اینکه رأیی که آورده، خب فعلا 20 رأی آورده از اون رأی ها. حالا با در نظر گرفتن این کشورهایی که شرکت نکردن، ولی بازم خب رأی خوبی آورده برای اینکه بخواد این کار انجام بده و اینها همه به خاطر اون اخباریه که خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده های اعدام شده ها در اختیار آقای احمد شهید گذاشتن و این گزارش ها رو دادن و این گزارش ها در سطح دنیا به هر حال پخش شده و به مردم رسیده و اینکه ما هنوز آمار اینکه مجرمین زیر 18 سال رو داریم توی زندان های ایران که در سال 2014 اعدام شدن، یعنی زیر 18 سال بودن، در واقع به نام کودک بودن، اینکه ده هفته اول سال 2015، یعنی از ده هفته اخیر ما 252 نفر رو داریم که اعدام شدن و در طول سال گذشته در مجموع یک عدد نزدیک به 800 نفر اعدام شدن، 700 و خود اعدام شدن و این آمار کمی نیست که دوباره خواهان این باشند که احمد شهید بخواد و بره و اونجا گزارش تهیه کنه. خب خانم ارسفندی، ببینید آقای خمینی، آیت الله خمینی اصلا پنهان نکرد که برای موازین حقوق بشر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر چه ارزش قائل نیست. آمد و گفت، به صراحت هم گفت که ما این اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول نداریم. همونطور که شما هم اشاره کردید، ایشون گفت و بازماندگان ایشون، میراث ایشون، که ما حقوق بشر خودمون رو داریم، حالا اسمش گذاشتن اسلامی یا هر چی که هست. به نظر شما خب چرا اجازه نمیدن که احمد شهید یا بقیه برن در ایران و این حقوق بشر اسلامی یا فقاهتی یا هر چی که هست رو از نزدیک ببینن؟ شاید تحت تاثیر قرار گرفتن، آمدن و اعلامیه جهانی حقوق بشر انداختن دور و گفتن آقا این حقوق بشر جمهوری اسلامی خیلی بهتر از به روایت تهران. چرا حتی از این زاویه چه نمینی حقوق بشر رو خیلی راحت معرفی کنن؟ یا معرفی کردن، ما خبر نداریم. معرفیش همین دست بریدن دست و پای مردم هست از 23 بهمن ما که اتفاق افتاد من تا به امروز و شکنجه ها و کشتارها کدوم هست؟ خب اون چه که تا حالا نشون داده حقوق بشر در ایران چیزی به جز همین عملکرد داعش و القاعده نبوده و خب طبیعیه که این رو باید پوشیده نگه دارن و نخوان نشان بدن به مردم، چون میدونن که دنیا مقابل همچین چیزی میسته. شما ببینید دم از حقوق بشر اسلامی میزنن درون ایران، ولی به صورت، شما آمار سال گذشته رو میخواد دیگه، سال گذشته زنان ما رو در شهر اصفهان و حتی مشهد و تهران به خاطر کم حجابی، نمیتونیم بگیم بد حجابی یا اینکه نداشتن حجاب، چیزی که جمهوری اسلامی قبول نداشته، اینها رو به صورتشون اسید پاشیدن، اونها رو سوزوندن و هیچ چیزی هم هنوز مشخص نشده که به هر حال چه کسی مسئولیت این کار رو به عهده گرفته و هیچ نوع نه مجازاتی نه دستگیری نه با هیچ کاری که انجام ندادن، تنها کسار جمهوری اسلامی و قوانین حقوق بشر جمهوری اسلامی بازداشت کرد در این رابطه که معترض به این جریان بودن. این حقوق بشر اسلامیه. حقوق بشر اسلامی شما میبینید توی درگیری توی روز عاشورا ماشین نیروی انتظامی از روی آدمها عبور کرد، یعنی اون شخصی رو که ماشین نیروی انتظامی زیر گرفت رفت و برگشت از روی جنازه که مطمئن بشه اون شخص رو له کرده و کشته. این حقوق بشر اسلامیه. حقوق بشر اسلامی میاد اون کسی که به هر حال قربانیه، به جای اینکه به اون قربانی اهمیت بده، به جای اینکه اون شرایط قربانی رو رسیدگی بکنه، اون قربانی رو مجازات میکنه.
خانواده های اونها رو تحت فشار قرار میده. ما سال گذشته یا همین اواخر سال گذشته، درست 2 تا 3 هفته قبل از اینکه عید بشه، ما 6 تا 6 تا اعدامی داشتیم. زندانیانی رو داشتیم مثل حامد احمدی که کودک 6 ساله داشت. در کجای دنیا کودک 6 ساله میره در زندان میایسته و در انتظار اینکه جنازه پدرش رو تحویل بگیره؟ یعنی این وحشت، اون ترس، اون انتظار رو کدوم کودکی در دنیا تجربه کرده؟ در به زندان یک شب تا صبح. این حقوق بشر اسلامیه؟ این رو میخواد به دنیا نشون بده؟ خانم الاسفندی گرامی، در حال حاضر در ایام نوروز و پیش از اون گروهی از زندانیان سیاسی در ایران در شهرهای مختلف از جمله در مسجد سلیمان، شهر من و شما نیز، در اعتصاب قضا بوده و هستند. خواست مشترک اونها بیشتر چی هست؟ ببینید، من در مورد یک فرد مشخص الان صحبت میکنم به نام چنگیز قدم خیر که تو زندان مسجد سلیمانه. این زندانی در خرداد سال 90 به همراه 3 تن دیگه به نام فردین فرجی، محمد حسین رضایی، ایوب اسدی به اتهام محاربه و درگیری با نیروهای سپاه پاسداران، اینها اتهامشون هم عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام بوده و درگیری با نیروهای سپاه پاسداران، اینها دستگیر شدند. سال 90 هر 4 نفر دستگیر شدند و اینها هر کدومشون به اتهام محاربه زندانی های طویل المدت براشون صادر شد، از جمله اینکه اینها محمد حسین رضایی 45 سال زندان براش و تبعید به زندان مینا، فردین فرجی 30 سال و تبعید به زندان طبس، ایوب اسدی 20 سال و تبعید به زندان کاشمر، چنگیز قدمخیر 40 سال و تبعید به زندان مسجد سلیمان. خانواده این شخص از سنندج بارها و بارها برای ملاقات این شخص به زندان مسجد سلیمان مراجعه کردند و به اینها ملاقات رو ندادند. و حتی همین چند روز پیش، یعنی در واقع دیروز، این شخص آقای چنگیز قدمخیر دست به اعتصاب قضای نامحدود زده به دلیل اینکه خانوادش رو اجازه ملاقات بهش ندادن، به دلیل اینکه خودش در شرایط بیماری جسمی و روحی خیلی بد به سر میبره. ایشون در موقعی که دستگیر شدن تیری به پاشون شلیک شده و از همون تاریخ توی عفونت شدید به سر میبره پاش و برای درمان هیچگاه اون رو درمان نکردن، معالجه نکردن و وقتی میبرن بهداری زندان مسجد سلیمان از درمان اون سر باز میزنن، به خاطر اینکه خیلی پاش عفونی شده، توی شرایط خیلی بدی قرار داره و میگن که باید به بیرون از زندان برده بشه برای مداوا. حالا من نمیدونم ایشون رو با این حال بد و با این عفونت خطرناک، تاری چشم گرفته، درد شدید داره، حالت تهوع و استفراغ و تب و لرز داره و این شخص رو درمان نمیکنن، میخوان تا 40 سال هم توی زندان این رو نگه دارن. این حالت بد، این چه جور مجازاتیه؟ خانواده چه گناهی کردن که باید از دیدار زندانی محروم باشن؟ این شخص به این دلیل دست به اعتصاب قضا زده از دیروز تا حالا، از یک شنبه 9 فروردین. خانم الاسفندی عزیز، در 4 شنبه سوری هم اتفاقاتی افتاد، حالا جدا از اتفاقاتی که در کوچه و خیابان بود، بازداشت هایی صورت گرفت و قتل یکی از بازداشت شدگان در زندان. چنین نبود؟ بله. ببینید جناب چارلنگی، مسئله چهارشنبه سوری در ایران همینطور که خودتون میدونید سالها، یعنی در واقع به یک مبارزه سیاسی تبدیل شده، چون مرتب حضور جوانان چه دختر چه پسر در
مراسم چهارشنبه سوری و اون شادی، اون چیزی که واقعا حقشون هست برای این مراسم بخوان شادی کنن، اون رو جمهوری اسلامی به عناوین مختلف سعی کرده که جلو اینو بگیره. من جمله خود من هم تجربه این برنامه رو داشتم، یعنی اینکه بچه های من هم توی مراسم چهارشنبه سوری ها شرکت میکردن و منجر به دستگیریشون میشد، این تجربه رو دارم و از نزدیک این رو حس کردم و میدونم که چه دردی داره برای خانواده ها شب چهارشنبه سوری، چه استراب و دلهوره و تا نیمه های شب یا حتی نزدیکی های صبح صدای تیراندازی که مامورا توی خیابون ها دارن تیراندازی میکنن. از جمله آقای محسن ملکی در شهر اصفهان، ایشون مادرشون خانم پروانه شیرانی میگن که فرزند من رو هر سال بازداشت میکردن در مراسم چهارشنبه سوری و سال به سال براش احضاریه میومد و ایشون شرکت نمیکرد. امسال درست شب چهارشنبه سوری، یعنی درست روز سه شنبه که شبش معمولا مراسم چهارشنبه سوری برگزار میشه، اومدن و ایشون رو بازداشت کردن. آقای محسن ملکی رو پیشاپیش قبل از مراسم چهارشنبه سوری بازداشت کردن و بردن توی بازداشتگاه و همون شب به قتل رسوندن. جناب چارلنگی، به چه جرمی، به چه اتهامی یک شخص رو، شما یک جوان رو بازداشت میکنید و بعد فردا صبحش جنازه ایشون رو به بیمارستان خورشید، یعنی 5:30 صبح به بیمارستان خورشید اصفهان تحویل دادن و گفتن درگذشت. به همین راحتی جوان مردم رو کشتن و گفتن درگذشت. و مادرش میگه که من بچم رو که یک کارگر قناد بوده، متأهل بوده و فقط جنازش رو به هم دادن، یعنی ایشون رو همینجور بردن و جنازش رو تحویل دادن. من میخوام بگم که قاتل فرزندم کیه؟ کی اونو کشته؟ خب ببینید، جوابی که خیلی از مادرهای دیگه میخوان بدونن. خانم ارسلانی، ببینید اینطور که شما نگاه میکنید، راجع به آقای احمد شهید صحبت کردید و اینکه جهان در برابر نقض حقوق بشر اگر نشون داده بشه، اون چرا که در ایران میگذره به شکل گسترده نشون داده بشه، ساکت نخواهد موند. اما به نظر میرسه که مذاکرات اتمی و مسئله اتمی ایران نقض حقوق بشر رو در ایران تحت شعاع قرار داده از نظر بین المللی، یا نه اینطور نیست، این حل بشه بعد مسئله حقوق بشر پیش خواهد اومد اونطور که آقای خامنه ای هم پیش بینی میکنه؟ ببینید، اینها همه اتفاقا تحت شعاع قرار میگیره، چون زمانی که دنیا بخواد ببینه و خبرها رو پخش بکنه میتونه دلیلی باشه که حقوق بشر جمهوری اسلامی رو معرفی بکنه که چه چیزی در اونجا میگذره. حالا چه کسانی میخوان این خبرها پخش بشه، چه کسانی نمیخوان پخش بشه، خب این یه چیز مشخصه. یکی از دلایلی که این خبرها اونجوری که باید بازتاب داشته باشه توی جوامع حقوق بشری، و شما میدونید که سازمان ملل و بقیه اگر بخوان این کار رو انجام بدن، اینها بستگی به یه سری توافقات داره که باید انجام داده بشه. اون توافقات چی میتونه باشه؟ یکی از کارهای رژیم هم همینه و احتمالاً بر سر اونها معامله میکنه، بر سر همین اتفاقاتی که درون ایران میفته، و باید اذهان رو ببره به جای دیگه، به سمت و سوی دیگه. اذهان کیو ببره؟ اذهان درون ایران یا خارج ایران رو ببره؟ سپاسگزار هستیم خانم مهوش علی‌اسفندی عزیز، با سپاس از شما و با امید به اینکه روزی چنین رویدادهایی از ایران رخت بربنده، پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر.
با من و شما هستند خانم مریم معزنزاده در بلژیک، نماینده از نمایندگان آقای کاظمنی بروجردی در خارج از ایران و فعال حقوق بشر. با سلام و خجستباد نوروزی به شما و خانواده گرامی شما خانم معزنزاده. سلام. درود و سلام دارم خدمت شما جناب آقای چالنگی و همچنین همکاران عزیزتون در برنامه تفسیر خبر ایران فردا. همچنین سلام و درود گرم دارم بر همه هممیهنانم و چون اولین بار هست بر سال 1394 که در این برنامه شرکت میکنم، بهشون تبریک نوروزی هم عرض میکنم و امیدوار هستم و آرزوی سال خیلی خوب و شادی رو برای هممیهنانم دارم. اجازه بدین در آغاز با سپاس از شما در آغاز جویا بشیم از آخرین خبرهایی که درباره آقای کاظمنی بروجردی دارید. در آستانه نوروز ما خبرهایی داشتیم همچنان که درباره زندانیان سیاسی دیگه که وضع چندان از نظر سلامتی مناسبی نداشتن و باز هم نوروز امسال رو هم در زندان گذروندن. آخرین خبر رو از شما میشنم. بله، همجور که فرمودین در کمال تأسف بسیاری از زندانیان و خصوص زندانیان عقیدتی و سیاسی داخل زندان بودن امسال هم و آقای کاظمنی بروجردی ملاقات هم نداشتن به خاطر اینکه روز تعطیل قرار می گرفت و شنبه هفته همین هفته، یعنی دو روز پیش، اولی ملاقاتشون بوده در سال 94 که یک ملاقات بسیار کوتاهی با همسرشون، فقط نه با سایر اعضای خانواده، اجازه دادن داشته باشن. آقای کاظمنی بروجردی همچنان به اطلاعاتون میرسونم که از دارو و درمان محروم هستن و از ناراحتی های زیادی رنج میبرن، به خصوص الان درد شدیدی از به خاطر پوکی شدید استخوان دارن که رسیدگی نمیشه. من به اطلاعاتون میرسونم چون دریافت کردم نامه ای رو از دفتر آقای دکتر شهید که 5 تا گزارشگر ویژه سوال کرده بودن و نامه داده بودن، از مقامات ایران خواسته بودن در مورد آقای بروجردی پاسخگو باشن، هم از نظر سلامتی، هم از نظر اینکه اینشون یک زندانی عقیدتی هستن و اینکه چرا این اتفاقات الان در سال گذشته افتاده و رژیم مسئولین پاسخگو نبودن تا همین ماه گذشته آخرین نامه رو دادن و من تازه اینو دریافت کردم که در میخوام به اطلاعاتون برسونم جناب چالنگی که تماما به طور رسمی دروغ پاسخ دادن به 5 گزارشگر ویژه سازمان ملل و چیزهایی رو که حتی خیلی واضح و روشن هست و موجود اسنادش رو متذکر شدن که به دروغ. مثلا برای مثال همین در مورد دارو و درمان که شما فرمودین بگم که گفتن ایشون از کاملا از موارد دارویی و درمانی به اصطلاح بهره مندن و حتی دارن لذت میبرن داخل زندان و اینکه هیچ گونه مشکل و ناراحتی و بیماری حادی هم ندارن. این اظهارات مقامات رسمی جمهوری اسلامی که به این صراحت و معذرت میخوام کرم بدم با بیشرمی دروغ میگن و مینویسن و رسما و کتبا این خبر هست. ولی همچنان ایشون در رنج هستن. خانواده ی آقای کاظمنی بروجردی تقاضا دادن هم به سازمان ملل هم به سایر ارگان ها که کمک بکنن که به ایشون پزشک برسونه مقامات ایران، مخصوصا پزشک مستقل و آزاد. خب بله، پاسخ قابل توجهی هست که در زندان ها بسیار خوش میگذره. پاسخ های جمهوری اسلامی است. تمام وسایل رفاهی هست، وسایل بیمارستانی، وسایل یادم هست یک بار حتی متهم کرده به زندان رو که عیش و عشرت برگزار کردن گروهی از زندانیان سیاسی. اونایی هم که برحال کشته میشن لابد به روایت جمهوری فقیه و مسئولان ولایت فقیه از جمله آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی این هست که از سر خوشی است. خوشی زیادی باعث سکته اونها میشه. اما بالاخره کی آقای بروجردی قراره از این همه خوشی راحت بشه و بیاد به یک زندگی روزمره ای که به هر حال اونم سرشار از خوشی است، بله، و فراوانی و امنیت اجتماعی و همه جور رفاه و آسایشی که مردم دارن، کی به هر حال
برای تنوعم شده از زندان قرار آزاد شید. حتی به تعبیر خودشون همیشه میگفتن که سلام از زندان کوچک به زندان بزرگ، به کسایی که بیرون بودن پیام میدادن ایران رو زندان بزرگ مینامیدن. تایید صحبت شما، ایشون دارن نهمین سال از محکومیت 11 سالشون رو میگذرونن. البته به اطلاع عزیزان برسونم، چون این سوال بوده و هست، که تمام حکمایی که در اخیراً، یعنی در این آخرین زندانی شدن آقای بروجردی دریافت شده، یعنی به وسیله ایشون، فقط شفاهی بوده. هرگز نه خانوادهشون نه خودشون هیچ کدوم از حکمای ایشون رو ندیدن کتبی و بهشون ابلاغ کتبی نشده، و چون وکیل هم ندارن و اجازه ندادن که ایشون وکیل آزاد داشته باشه، دادگاه فرمایشی چند دقیقه‌ای برگزار کردن و تموم شده. بنابراین ما نمیدونیم سرنوشت ایشون چه خواهد شد، نهایتا بهشون اتهاماتی که بهشون دارن میزنن دقیقا چی بوده، و همین چیزی که شفاهم بهشون گفته شده و حکمی که شفاهم بهشون داده شده 11 سال بوده، و که اخیرا یعنی چند در ماه مهر هم دوباره حکم شفاهی دادن که چون تو مرتد هستی ما تو رو میکشیم و حکمت اعدامه، ولی باز دوباره این رو هم شفاهی گفتن و کتبی اعلام نکردن. ما امیدوار هستیم که هرچه زودتر ایشون آزاد بشن، که حداقل ایشون رو به بیمارستان یا مرکز درمانی برسونیم تا یک انسان به این شکل رنج نکشه. خب ببینید خانم عزیزاده، در این 30 چند ساله، 35 6 ساله از آیت الله خمینی تا به امروز نمیشه قبول کرد که دروغی گفتند. آنچه که شنیدیم تمام راست بوده. بینندگان ما قطعا اینو قبول دارن. آخه مگه میشه مثلا مسئول جمهوری اسلامی بود و دروغ گفت؟ نه، راست میگه. پس این آقای احمد شهید چی میگه این مثلا؟ این هم مواردی که ایشون میگه، آخه چرا؟ چه دشمنی داره آقای احمد شهید با روحانیون مبارز و غیر مبارز و انواع اقسام این روحانیونی که بر سر کار هستن در ایران؟ قضیه چی هست؟ بله جناب چالنگی، همجور که در اخبار گزارش شده و ما دیدیم، 20 و 21 مارچ، به اصطلاح هم فکر میکنم خود روز 20 بوده که یو پی آر ایران مورد بررسی قرار گرفته، یعنی بررسی دوره‌ای و ادواری جهانی برای حقوق بشر در یک کشور خاص، که معمولا هر 4 سال یک بار دوره تکرار میشه برای هر کدوم از کشورها در سازمان ملل. یعنی از سوی کشورهای عضو سازمان ملل در کنسول حقوق بشر سازمان ملل که مقرش هم ژنو هست، این بررسی میشه وضعیت حقوق بشر اون کشور، که بر مورد ایران تاریخش همین 20 مارچ بود که گذشت. در این مدت خب تمام فعالان حقوق بشر و از ارگانیزیشن هایی که سازمان هایی که در این زمینه کار میکردن سعی کردن که آپدیت کنن و بروز کنن اخبار حقوق بشری رو، و سعی میکردن اخبار موثق و درست رو به اطلاع گزارشگران ویژه سازمان ملل برسونن و اونجا موضع‌گیری هاشون رو بیان کردن در صحن سازمان ملل در حضور نماینده جمهوری اسلامی و نماینده جمهوری اسلامی هم و نمایندگانشون هم قبلا، البته در 3 ماه گذشته یک بار بررسی شده بود، نامه ها رو دریافت کردن، کشورهای مختلف موضع‌گیری‌هاشون رو اعلام کردن، تمام کشورهایی که عضو هستن میان میخونن در مورد ایران، هرچی گزارش دارن میدن. بعد جمهوری اسلامی 3 ماه 4 ماه فرصت داشت که پاسخ بده، و این رأی‌گیری در 20 بود که خدا را شکر و جای خوشحالی هستش که به هر حال جمهوری اسلامی با تمام لابیگری هایی که کرده بود، و ما خبر داشتیم که خیلی هم خرج کرده بود و خواسته بود که رأی بخره، بهش رأی بدن که کرسی به اصطلاح گزارشگر ویژه حقوق بشر حذف بشه و دیگه آقای احمد شهید مأموریتی نداشته باشه، کلا نه تنها آقای احمد شهید و هیچ گزارشگر ویژه برای ایران نذارن، یعنی بگه که نه ما وضعیت حقوق بشر خیلی خوب شده در ایران، ولی علارغم اون هنوز رأی نیاورد و خیلی خوب رأی دادن کشورها که نه به هیچ وجه بهتر نشده. خود آقای دکتر شهید گزارش ویژه‌شون رو منتشر کردن که در سازمان ملل قابل دسترسیه. خیلی راحت و قاطع گفتن که وضعیت حقوق بشر خیلی بدتر شده در دوران روحانی، خیلی بدتر شده، به هیچ وجه تغییر صورت نگرفته، اعدام ها رو گفتن با خیلی قشنگ و منحنی آوردن. اینکه جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده، مکررا فقط شعار میده
و چیزی به جز فحش و فضیحت به نماینده ویژه سازمان ملل تا حالا نداده. پاسخهاش هم به این شکل هست: اصلا نمیتونه مستندات بیاره، حداقل استنادی که میتونست بده اگر میخواست بگه من راست میگم اینه که یک بار اجازه بده آقای احمد شهید بره به ایران رو ببینه و دیگه مشکلی نیست، میتونه ببینه، اگر به اصطلاح خبری نباشه مشکلی نیست که اینجور ممانعت میکنه، ولی واکنشهاش فقط به این شکل بسیار زشت و زننده است که در حد یک دولت نیست، که مصاحبه میکنه و بی احترامی میکنه به نماینده سازمان ملل، در صورتی که ادبیات به اصطلاح نماینده سازمان ملل رو به ایران بسیار محترمانه است و فقط بسیار مستنده. آقای دکتر احمد شهید کارکردش تا اینجا نه فامیل کسیه نه طرفدار کسیه، ولی حداقل زحمت کشیده تا به حال، نشون داده که یک ماموریت حقیقت یاب گذاشتن ایشون و از تمام کسایی که هم از جمهوری اسلامی پرسیده هم از دیگران خواسته که مستند بیاد و گزارشات افراد مختلف بیاره، کاری که وظیفش بوده انجام بده، ولی جمهوری اسلامی نمیخواد این وظیفه رو انجام بده و فقط بی احترامی. نه خیلی خانم معزین زاده، نه شما و نه آقای احمد شهید میشه که باور ندارین حرف ملایان شیعه رو. برات با وقتی که میگن ما نقض نمی کنیم یعنی نقض نمی کنن دیگه. حالا شما بهش میگین دروغ، نه اسامی دیگه داره، تقیه خود حد چکست و یک میونبری هم هست برای رعایت حقوق بشر یا رفع این مشکل، میشه میونبرش هم اینه که خود بشر رو کم کم حذف کرد. دارن همین کار رو میکنن در جمهوری. بله این هم هست دیگه، میشه کم کم خود بشر رو ضبط کرد. و یادمونم نره آیت الله خمینی بدون رو در روسیه از روزهای اول گفت ما این اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول نداریم، این ساخته صهیونیستا و به اصطلاح آمریکاست دیگه. بله به همین علت هستش که جمهوری اسلامی جمهوری و ماشین مرگ داره و جمهوری کشتار هستش. در هفته اولی که آغاز به کار کرده سال 94 رو استارت زده با کشتن 12 نفر از زندانیان و در ده هفته اول 2015 252 نفر رو اعدام کرده. تعداد اعدامیان همچنان در ردیف بالا هست ایران. این بله حذف انسان هاست دیگه، هر کس صحبت کنه. شما مخبخم بگید که مثلا در سال بفرمایید که در سال گذشته های واقعا قدمی ولو کوچک برای تأمین حقوق زندانیان برداشته شده، به چشم میاد اونقدر قدمی هست که به چشم میاد که در راه تأمین حقوق زندانیان شاید موارد خاصی بوده که به نوعی حالا توجه شده، ولی به نظر من اونها تامین حقوق نبوده و به هر حال روندی رو طی کردن و من نمیخوام حالا سیاه نمایی کنم یا بگم همه چی بد بوده، ولی در مجموع ما نمیبینیم که حق و حقوق این ملت چه زندانی و چه غیر زندانی ادا بشه و مورد توجه قرار بگیره. نمیخوام بگم همه آدم ها رو دارن میکشن همه، نه خب بالاخره شاید هم در مواردی بوده خب سر موقع آزاد شدن، ولی آخه چرا از اول بازداشت شدن؟ این دوباره این مورد رو پیش میاره، اینه که خیلی راحت تو گزارششون میگن آقای احمد شهید و سایر گزارشگرانی که دارن میدن که نقض حقوق بشر خیلی گسترده و فاحشه و هیچ تغییر نداده، که هیچی بدتر هم شده و فقط هم مختص زندانیان نیست، حقوق انسان ها میدونید در زمینه های مختلف نقض میشه، حقوق همه انسان هایی که آزاد هستن از محیط زیست گرفته، حقوق زنان، حقوق مردان، حقوق کودکان، فعالان این عرصه ها همه در زندان هستن. من الان وقت ندارم ظرف مدت به این کوتاه، ولی گزارش تهیه کرده بودم از کسی که مثلا حالا در مورد شوهرش اطلاع رسانی کرده، همسر آقای رضا علی رضایی که ایشون رو از دانشگاه پیام نور همسرش رو اخراج کردن، آقای علی رضایی رو زندان کردن، ایشون فقط در موردش صحبت کرده، خودش رو حکم اخراج گرفته از دانشگاه، یا خیلی موارد دیگه تهیه کرده بودم ولی معمولا مجال نیست و قصه نقض حقوق بشر طولانی متاسفانه طولانی تر از وقت برنامه یک روزه یک ماهه یک ساله ماست تمام گزارش نقض حقوق بشر. امیدوارم روزی برسه که ما اخبار خوشحال کننده ای داشته باشیم، مثلا در ایام نوروز.
سپاسگزار هستیم خانم مریم معزنزاده. برای گروهی از بینندگان که احتمالاً آشنایی کامل ندارن توضیح بدم که آقای کاظمنی بروجردی روحانی شیعه به خاطر اینکه خواستار جدایی دین از حکومت شد بازداشت شد، به زندان فرستاده شد. خانم معزنزاده اشاره کرد سالها در زندان است، زیر شکنجه قرار گرفته، از بیماری های گوناگون رنج میبره همچنان که زندانیان دیگر. جدایی دین از حکومت شعار این روحانی شیعه بود، البته شعاری که امواج پیامد داشت، با امواجی که میبینیم این سو آن سو از شاعر سرشناس ایرانی گرفته تا کسان دیگه ای تا فیلمساز ایرانی در پیامدهای تحت تأثیر آنچه که آقای کاظمنی بروجردی گفت در خارج از کشور دارد و داخل کشور صحبت می کنند و بیشتر بیرون از کشور. با من و شما خواهند بود در ادامه برنامه آقای محمد مصطفایی، وکیل دادگستری. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که نیاز به معرفی بیشتری ندارن، با نام و چهره ایشون آشنا هستین، بارها مهمان تفسیر خبر بودند و فعالیت هایی که در ایران و خارج از ایران در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران داشتند. در نروژ اسلو با خجستواد نوروز. سلام به شما آقای محمد مصطفی. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بنده هم سال نو رو به شما، همکارانتون و همه بینندگان عزیز که چهره من رو میبینن و احیانا شنونده ها، سال نو رو تبریک میگم خدمت شما. با سپاس از شما آقای مصطفی، بزنید از اینجا شروع کنیم که به نظر میرسه در ارتباط با ایران پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی روند نقض حقوق بشر در ایران رو باعث نادیده گرفتن شده از طرف کشورهایی که در مذاکرات اتمی هستن و کشورهای دیگه اروپایی مثل نروژ که شما زندگی میکنه، کشورهای اسکاندیناوی، یعنی پوششی شده و از همینم جمهوری اسلامی به نظر میسه نهایت استفاده یا سوء استفاده رو میکنه. اعدام ها افزایش پیدا کرده، وضعیت زندانیان بدتر شده و و و بقیه مسائل. چون این نیست؟ ببینید، خب همونطور که به شما اشاره کردید، این روزها مسئله انرژی هسته‌ای و بحث‌هایی که در رابطه با توافق و نتایجی که قرار حاصل بشه در سوئیس مطرح هست، خب یک سری از افراد از همکنون دارن شادی میکنن مبنی بر اینکه خب مسئله هسته‌ای ما داره حل میشه، وضعیت بهتر میشه و خب تحریم ها برداشته میشه و بالاخره مسائل به نوعی اصل اساسی حل میشه. ولی به نظر من تا زمانی که یک حکومتی به حقوق شهروندانش احترام قائل نباشه و از قوانین استفاده بکنه که اون قوانین کارایی در نسل جدید ندارن و نسل‌های آینده نداره، هیچ تغییری حاصل نخواهد شد. ما در کشورمون احتمال داره که وضعیت هسته‌ای اگر که به یک توافقات خوبی برسه، دولت از نظر اقتصادی خب وضعیتش بهتر بشه و خب برخی از ثروتمندان باز هم ثروتشون بیشتر باشه، اما مسئله حقوق بشر به نظر من شروعی هستش که فعالان حقوق بشر میبایست بیشتر تلاش بکنن. شاید یه دروازه‌ای باشه برای اینکه بتونن جامعه مدنی رو وضعیتش رو بهتر بکنن، شاید هم اصلا باعث بشه که قدرت حاکمیت با توجه به خب سودی که از
رفع تحریم ها میبره به مراتب بدتر بشه و وضعیت حقوق بشر هم تغییر بکنه. متاسفانه دولت های غربی و دولت هایی که در حال حاضر پای میز مذاکره هستند، اونها بیشتر مسائل هسته‌ای رو و منافع کشورهای خودشون و کشورهای دیگر رو مد در نظر میگیرن، چه بسا که سالهاست که همچین کار رو انجام دادن، ولی در رابطه با مسئله حقوق بشر من ندیدم لااقل زمانی که مسائل هسته‌ای مطرح میشه حتی کوچکترین اشاره‌ای به مسائل حقوق بشر بشه. به نظر میسه تهران نگران همین موضوع است. یعنی آقای خامنه ای پنهانم نکرده که اگر ما در مسئله هسته‌ای کوتاه بیاییم، یعنی ما منظور ایشون و حکومت و اطرافیان ایشون است، بعد میان و میرن سراغ پرونده حقوق بشر، این رو به زبونها و به شیوه های مختلف مطرح کرده. این نگرانی تا چه اندازه بازتاب واقعیت هست؟ ببینید، مسئله حقوق بشر موضوعی هستش که میبایست این موضوع در اولویت قرار میگرفت. چرا؟ من حتی یک بار هم در جلسه که در پارلمان اروپا ما داشتیم و در جلسه علنی که داشتن اعلام کردم که اگر دولتی حقوق شهروندان خودش رو به رسمیت نشناسه، به حقوق بشر در اون کشور احترام قائل نشه، مطمئنن رحمی به کشورهای دیگه نخواهد کرد. بنابراین حقوق بشر میبایست در اولویت قرار میگیره. اگر که مسئله هسته‌ای به دلیل خب ترس از داشتن بمب اتمی به نوعی حل بشه و موضوع حقوق بشر مطرح بشه، این موضوع موضوعی بوده که از بدو شروع گفتگوها میبایست جایگزین میشد نسبت به مسائل، یعنی مسئله هسته‌ای در سایه حقوق بشر قرار میگیره، چه بسا که خب احتمال داره در آینده هم به همین صورت باشه. همانطور که در حال حاضر هم خیلی از کشورها نگران این هستن که وضعیت حقوق بشر در ایران خب رو به وخامت داره میره و باید بهتر بشه. در شورای حقوق بشر هم خیلی از کشورها هستن که ابراز نگرانی میکنن و به همین دلیل آقای احمد شهید رو مجدداً به عنوان نماینده شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر دورش رو تمدید کردن و ایشون باز هم ابقا شدن بر این که مسئله حقوق بشر در ایران رو پیگیری بکنن. بالاخره حقوق بشر در هر کشوری از اهمیت بالایی برخورداره. اینطور نیستش که ما بگیم حقوق بشر صرفاً محدود به یک کشوری میشه و هیچ کس حق دخالت نداره. حقوق بشر از جمله مواردی هستش که کشور دیگه هم حق دخالت میتونن داشته باشن، چه بسا که در مسئله هسته‌ای اثبات شد که بله، کشورهای دیگه هم حق دخالت در حتی مسائل هسته‌ای کشورهای دیگر هم دارن. خب مشروعیتی که مجوز میده به کشورهای دیگه برای دخالت در مورد حقوق بشر چی هست؟ این مشروعیت از کجا میاد؟ کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، منشور جهانی حقوق بشر و اینکه اونها عضو سازمان ملل شدن و خیلی از کشورهایی که عضو سازمان ملل شدن اونها اساسنامه حتی وین رو، اساسنامه روم رو پذیرفتن که مبنی بر این هستش که اگر که جنایت علیه بشریت بکنن یا نسل‌کشی بکنن، پرونده اونها در دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه مطرح خواهد شد. هرچند ایران این موضوع رو نپذیرفته، ولی موارد دیگری هستش که به کشورهای دیگه مشروعیت میده. از جمله اونها این هستش که تمام کشورهای جهان فکر میکنن به غیر از کره شمالی منشور جهانی حقوق بشر رو پذیرفتن و اعلام کردن که ما متعهد هستیم که تمام مواد منشور جهانی حقوق بشر رو اجرا بکنیم. اینها هستن که مشروعیت میدن، هرچند ضمانت اجرای خاصی ندارن و ضمانت اجراها صرفا معطوف شده و ختم شده به خب بیانیه های
بیانیه هایی که صادر میشه از طرف کشورهای مختلف یا سازمان ملل و گزارش هایی که صادر میشه، اما بالاخره یک نوع اطلاع رسانی هست، آگاهی رسانی هست و یک نوع فشار به یک کشوری هستش که حقوق بشر رو نقض میکنه. در هر صورت مشروعیت به این نوع به دست اومده. خب ولی وقتی که مثلا مسئولان جمهوری اسلامی مثل آقای حسن روحانی، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی و محمد جواد ظریف، اینا میان رسما در مجامعی که پذیرفته شده هستن یا مذاکراتی که دارن میگن که به طور مثال ما زندانی سیاسی نداریم، روزنامه نگار زندانی نداریم، چون میبینین واکنش چندانی از طرف اون مقامات اون کشور، به طور نمونه آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا یا بقیه طرف مذاکره دیده نمیشه. این یکی از مشکلاتی هستش که خب نه تنها کشور ما، خیلی از کشورهای دیگر هم با این مشکل مواجه هستن، مردمان اون کشور هم به همین صورته. این ضعفی هستش که ما در جامعه جهانی در رابطه با مسئله حقوق بشر داریم. هرچند عرض میکنم خدمتون شورای حقوق بشر سازمان ملل یک نهادی هستش که کشورهای مختلف اون رو به رسمیت شناختن، ولی باز هم لابی هایی که در اون شورا میشه و تجارت هایی که بین کشورهای مختلف صورت میگیره، حتی کشورهای غربی، باعث میشه که مسئله حقوق بشر زیاد مطرح نمیشه. و تنها چیزی که میتونه تاثیرگذار باشه به نظر بنده این استش که ما جامعه مدنی در خود اون کشور رو ارتقا بدیم، مردم خود اون کشور رو آگاه بکنیم. آگاه رسانی از طرف مردمان اون کشور، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق بشر یا خبرنگارا و خیلی از نهادهای مختلف میتونه تاثیرهای خیلی مثبتی داشته باشه. اگر که ما فقط امیدوار باشیم به حمایت‌های خارجی، مطمئناً ما به هیچ جا نخواهیم رسید. بله ولی شما نهادهای حقوق بشر، ما متاسفم این رو اشاره میکنم، ببینید در همین واشنگتن یا کل آمریکا خیلی هستن نهادهای مربوط به حقوق بشر، بسیاری از اینا گرانت هایی هم گرفتن، کمک های مالی از نهادهای دیگه ای که در راه دموکراسی تو حقوق بشر فعالیت میکنن. من میگم هستن کسانی که ایرانی آمدن و کشورهای دیگه، اما اقدام خاصی هم نمی کنن. تک و توکی هستن که چنین می کنن. من هم قبول دارم خب خیلی از سازمان ها هستن، باز هم این یک ضعفیه که ماها داریم، فعالین حقوق بشر دارن یا سازمان های مختلف دارن. من فکر می کنم که باید همگرایی سازمان های مختلف بیشتر باشه و اونها بتونن از نزدیک با همدیگه کار بکنن. من خودم شخصا یه برنامه‌ای دارم که بتونم فعالین حقوق بشر رو جمع بکنم و بتونیم یه کارهایی برای ایران انجام بدیم، ولی در هر صورت خارج از کشور مشکلات خاص خودش رو داره و خیلی ها هم من میشناسم که در داخل ایران از خارج از کشور کار میکنن، ولی به دلیل اینکه ترس وجود داره مبنی بر اینکه خودشون رو معرفی بکنن همیشه پنهان کار میکنن. ما خیلی از پروژه ها رو با خودمون داریم که اصلا امکان نداره که بتونیم مطرحشون بکنیم، ولی به هر حال اینها مشکلاتی هستن که ما باید حل بکنیم اونها رو. مواردی که شما مطرح میکنید کسای دیگه مطرح میکنن، ما نباید از یه گوشمون بگیریم از گوش دیگهمون خارج بکنیم، باید همه اینا رو در ذهنمون حلاجی بکنیم، بتونیم روشون کار بکنیم و بتونیم در جامعه خودمون ازشون استفاده بکنیم. البته من اشاره کردم که معدود هستن ولی معدود نهادهای حقوق بشری که با برخورداری از کمک‌های مالی مشروع در عرصه بین المللی فعالیت های مفیدی انجام میدن. ولی خب معدود هست، بالاخره معدود هست، همون عدد معدود یه کارهای معدودی میتونن انجام بدن. بله بله. میبایست گسترده بشه، میبایست تعدادش بیشتر باشه، حمایت ها بیشتر باشه، حتی در داخل ایران سازمان ها باید کار بکنن. اگر که این حمایت ها بیشتر باشه، به جای اینکه هزینه هایی که کشورهای مختلف میخوان بذارن برای جنگ، برای یه قسمتیشو بذارن برای
گسترش نهادهای مدنی، قدرتمند کردن بله جامعه مدنی به نظر من تاثیر میتونه داشته باشه. بله اون قضیه غم انگیزی است که از زخم‌ها و مشکلات مردم ایران زیر پوشش نهاد مربوط به حقوق بشر یک به اصطلاح کوچه و بازار نوندونی درست بشه برای بران هر کسی که هست و هر کسانی که هستند. اما آقای مصطفی شما بفرمایید که آیا به نظر میرسه که در چشمنداز سالی که در پیش داریم که مسئله توجه به نقض حقوق بشر در عرصه جهانی یک مقدار جدیتر و مؤثرتر باشه که دیگه به همین راحتی آقایون نشینن در مجامع بین المللی بگن که ما نه زندانی سیاسی داریم نه روزنامه نگار زندانی و نه مشکلاتی در زندان ها و هیچ همین چیز؟ من فکر نمی کنم چنین اتفاقی رخ بده و امیدوار هستم که همچین اتفاقی رخ بده، به دلیل اینکه زمانی که توافق هسته‌ای مشکلش برطرف بشه ارتباط کشورها هم بیشتر میشه و رابطه دوستانهشون با هم دیگه هم بیشتر میشه و شاید این رابطه دوستانه باعث بشه که همون دوستانی که در خارج از کشور هستن و ادعای حقوق بشر میکنن چشمشون رو از حقوق بشر ببندن. بله بله نکاتی هست. ببینید در ساختار قضایی جمهوری اسلامی یا تحقیقاتی جمهوری اسلامی اتفاقاتی مثل اسید پاشید ما داشتیم در سال گذشته، چرا این پرونده ها به سرانجامی نمیرسه؟ درست که مثلا متهم هست دولت یا حکومت که خود اسید پاشان از اونا هستن، اما به هر حال بفرمایید. ببینید خب برخی از پرونده هایی که خب پای حکومت بر اون مطرح نباشه به نتیجه میرسه و حتی آدم ها رو هم بعضی وقتا کور میکنن. ما در چند هفته پیش داشتیم که یک پرونده ای که یک نفر رو کور کردن به دلیل اسید پاشی، ولی خب یه قسمت کوتاهی دولت هم هست. این موضوع به نظر من پیچیده ای هستش که میبایست وقت خیلی زیادی روش گذاشت، ولی بالاخره ما از نظر فرهنگی هم در کشورمون با مشکلات زیادی مواجه شدیم بعد از انقلاب، به خصوص اینکه خشونت های خانگی افزایش پیدا کرد، خشونت هایی که در جوامع صورت میگیره و خشونت های و همه اینها به تبع خشونت های دولتی است. به نظر من موضوع خشونت در جامعه، خشونت در خانواده یا دولت مسئله هستش که میشه در رابطه با اونها خیلی بیشتر بحث کرد و برنامه های سازنده ای رو در ازش در بزنیم. ظریفی میگفت این که ما میگیم من آزار موری که دانه کش است، منظور این نیست که آزار ما به مورچه نمیرسه، بلکه چون آزارمون به مورچه میرسید فردوسی گفته چون این مکنید. همون که هنوز تفریح بسیاری از کودکان در ایران یا سرگرمیشون آب در لونه مورچگان ریختن هست متاسفانه. سپاسگزار هستم آقای محمد مصطفی، سال خوبی داشته باشید. سال خوبی داشته باشید، امیدوارم که امسال بدون دغدغه باشه و خب حقوق بشر به شدت ارتقا پیدا بکنه و مردم به همدیگه احترام بذارن، دولت ها به مردم احترام بذارن، به حقوق بشر احترام بذارن. امیدواریم چنین بشه، از جمله در ایران انسان ایرانی دارای زندگی شایسته خود باشه، شایسته مقام انسانی باشه، محترم و توأم با رفاه و برخورداری از موهبت های میهن و کشور خودش و در رأس همه اونها آزادی اجتماعی سیاسی، آزادی بیان و قلم. با سپاسی دوباره از شما. خدا نگهدار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری کوهساران دنا، الوند کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.